بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 21 از ماه اکتبر. در روزهای جمعه مدت 1.5 ساعت تقریبا، ببخشید عذر میخوام، مدت یک ساعت این مال قدیم بود، خدمت شما هستم. در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید که ما با سعدی آغاز کنیم. امروز میخواهیم که قصیده ایوان مدائن که یکی از مشهورترین قصاید زبان پارسی است، به واسطه درون مایه ایران دوستی و حس تأسف و تأثر و حس فقدان از دست رفتن، به خاطر از دست رفتن شاهنشاهی ایران و حکومت ساسانی و حشمت و شوکت ایران و گرفتار شدن ملت بزرگ به دست اقوام وحشی، واقعا شاهکاری است. برای شما بخوانم، فکر کنم بار سوم باشد در طول این 15-16 سالی که ما خدمت شما هستیم، یک بار دیگر به خواهش دوستان این قصیده رو من خدمتتون خواهم خواند. پیش از اون یک داستان کوتاه از سعدی میخوانم خدمتتون. سعدی به درستی دریافته است که مردم برای نگهداری پادشاه نیستن، نوکر پادشاه نیستن یا رئیس یا هر کسی، بلکه دولت نوکر مردم است، دولت خدمتگزار مردم است. میگوید گوسپند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. و این رو در دل یک داستان زیبا آورده. من این داستانم خدمتتون میخوانم و بعد میپردازیم به چند نکته و بعد از آن قصیده ایوان مدائن. مدائن جمع مدینه است و در جایی که ما طاق کسرا می نامیم، که باقی مانده ای از چندین شهر است. این چندین شهر در هم بوده، یکی از اینها تیسفون بوده که پایتخت در واقع زمستانی پادشاهان ساسانی بوده، تیسفون، و بقیه شهرها با یک تشکیلات عظیمی بوده واقعا این پایتخت، و تخریب شده و تا سال 1950 که عکس ها هست دو سوی این طاق کسرا سالم بوده هنوز، اما زدن خراب کردن، حتما مصالحش رو بردن برای ساختمان سازی، یک طرفه شده است. حالا بعد خواهش میکنم، بله ببینید این چنین بوده تا حدود سال 1950 و بعد تصویر امروزش متاسفانه به گونه دیگر است. یک سوی آن رفته، بله این مقدار از طاق کسرا باقی مانده و این یادآور عظمت ایران، بزرگواری ایران زمانی که یکی از دو قدرت بزرگ جهان بوده، این یادآور، این خرابه یادآور آن عظمت و بزرگی است. و بعد ما دیگر گرفتار اکبر و اصغر شدیم و حبیب ابن مظاهر، و اونقدر نظر ما کوتاه شد که بزرگی های خود رو فراموش کردیم و یک سره بر سر و سینه میکوبیم برای اکبر و اصغر و حسن و حسین و اینها، و اوضاع احوال ما هم همین است که ملاحظه میفرمایید. ملتی که در جستجوی بزرگی نیست و نظر بلند ندارد و افقهای دوردست رو نمی نگرد، حتی به تاریخ خود نگاهی ندارد، سرنوشتی بهتر از این البته نخواهد داشت. خب میفرماید درویشی مجرد به گوشه ای نشسته بود، پادشاهی بر او بگذشت. درویش سر بر نیاورد و التفات نکرد، نیازی نداشت، درویش مجردی بود، از دنیا گسیخته نشسته بود. پادشاه محتشم گذشت، درویش سر بر نکرد، حتی سرش هم بلند نکرد که ببینه کیست، و التفات نکرد. سلطان از اونجا که سطوت سلطنت است برنجید و گفت این طایفه خرق پوشان امثال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندارند. به پادشاه برخورد،
گفت این خرقه پوشان دراویش مثل حیوان میمونن، اهلیت و آدمیت در اینها نیست. وزیر نزدیکش آمد گفت ای جوان مرد، سلطان روی زمین بر تو گذر کرد، چرا خدمتی نکردی و شرط ادب و شرط ادب به جای نیاوردی؟ گفت سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد، و دیگر بدون که ملوک از بحر پاس رعیتند، نه رعیت از بحر طاعت ملوک. این عیناً معنی گاورمنت و دولت هست در عصر جدید. در عصر جدید که عرض میکنم یعنی از قرن 17 به این سو که مکاتب فلسفی سیاسی به میدان آمد و آدمایی مثل هابز و لاک و در واقع اینا نظریه پردازان سیاسی بودن و شیوه مدرن حکومت رو تئوریزه کردن و بعد عرض میکنم که همین سیستم لیبرالیسم و دموکراسی که ما امروز در آمریکا داریم این حاصل متفکران قرن 17 هست به بعد، و به این نتیجه رسیدن که آقا دولت، دولتیان، کارمندان و کارگزاران و به زبان عوام نوکران مردم هستند، نه اینکه مردم نوکران دم و دستگاه حکومت. سعدی هم این رو میفهمیده، با اینکه 700 800 سال پیش بوده، این است که میفرماید گوسپند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. باری همه شعر رو میخونم خدمتتون. میفرماید پادشاه پاسبان درویش است، گرچه رامش به فر دولت اوست. گوسپند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. یکی امروز کامران بینی، دیگری را دل از مجاهده ریش. روزکی چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیالندیش. بله، فرق شاهی و بندگی برخاست، چون قضای نبشته آمد پیش. گر کسی خاک مرده باز کند، ننماید توانگر و درویش. بله، میگوید که یک عده کر و فری دارند و اینها، و مثل این جناب آقای خامنه‌ای رهبر مسلمین جهان، بله اندکی صبر کن، اندکی صبر کن تا در واقع خاک مغز سر آدم خیال باف رو بخورد. یعنی در واقع کنایه از مرگی که برای همه هست. بعد میگوید فرق شاهی و بندگی برخاست، چون قضای نبشته آمد پیش. گر کسی خاک مرده باز کند، ننماید توانگر در. وقتی قبر باز کنی شاه و گدا یکیس، فرق نمی کنه. ملک را گفت درویش استوار آمد، گفت از من تمنا بکن، از من خواهشی بکن. گفت اون همی خواهم که دیگر باره زحمت من ندهی. گفت مرا پندیده. گفت دریاب کنون که نعمتت هست به دست، که این دولت و ملک میرود دست به دست. بله، گفت چیزی از من بخواه. گفت هیچی نمیخوام جز اینکه دیگه مزاحم نشو لطفا. گفت پندی بده. گفت پند من این است که اکنون که در واقع توان خدمت به مردم رو داری خدمت کن، که این شغل پادشاهی در دست کسی جاوید نمیماند و دست به دست میچرخد. این از این. یک موضوع دیگری که خیلی 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 مهم هست، چند موضوع مهم هست. یکی اون که ما آسیب شناس ملی نداریم، جامعه شناس ملی نداریم، روانشناس ملی ما نداریم، تحلیلگر قضایای وطن و حوادثی که در وطن ما حادث شده است رو ما نداریم. هیچ موقع به هیچ نتیجه نرسیدیم.
یعنی فرض کنید که ما مثل مسافری هستیم که سوار هواپیما میشه، هواپیماش سقوط میکنه. هواپیما که سقوط میکنه، کسانی که مسئول هستن از هر کشوری که هست، اول جستجوگر یک سوال هستن که چه حادثه‌ای باعث سقوط این هواپیما شد. انگشت ملامت به کسی دراز نمی کنن. ما همواره این هستیم که تقصیر کی بود، تقصیر کی بود، و شروع میکنیم انگشت ملامت دراز کردن قبل از اینکه تحقیق بکنیم ببینیم آقا علت این سقوط این هواپیما چی بوده، چی شده. آقا یک واقعه ای در مملکت ما اتفاق افتاد بیشتر از 100 سال پیش، اسمش بود انقلاب مشروطه. انقلاب بزرگی بود. یک کشور جهان سومی و فقیر برخیزد و هزاران هزار تن کشته بدهد و حکومتی قانونی تشکیل بدهد با قانون اساسی که در آن حق ملت درش منظور هست و سیستمی بسازد که در آن حاکمیت از ملت است و همه اون عناصر لازمه لیبرالیسم رو درش رعایت بکند. البته همیشه وقتی شما انقلاب میکنید، قانون اساسی مینویسید، همواره ضعف ها هست در این قانون اساسی، چون تازه نوشته شده. با گذشت زمان مردم قوانین رو تغییر میدهند، مجلس ملی قوانین رو تغییر میدهند. در واقع دست به دست شدن قدرت از قاجارها به مردم، ده ها هزار ایرانی کشته شدند. آقا بزرگترین دلاوران بروز و ظهور کردند در اون صحنه و خونهای آزادگان زمین رو سرخ کرد. چه شدن آقا اینها؟ کجا رفتن؟ هنوز یک کتاب، یک مقاله درست به دست نیامده که آقا علت ناکامی مشروطه چه شد؟ چه شد این انقلاب؟ کجا رفت؟ چه دلایلی باعث بیچارگی مردم شد؟ چون ملت که نمیتوانند هر روز انقلاب بکند که. چه شد اون قانون اساسی پیشرفته که به دست مردم ایران نوشته شده بود، به دست فضلا؟ ما اون مایه فاضل که در اون اصل داشتیم امروز نداریم. یه مش آدمی گیج داریم، نشسته آمریکا برای پوتین سینه میزنه، به منم زنگ زده، از فضایل پوتین میگه. میگم پدر تو که اینقدر عاشق پوتینی و اینقدر عاشق روسیه هستی که این امروز کثیف‌ترین جا این روسیه است، یک مش مافیا چی دارن اداره میکنن این مملکت رو، چرا اینجا زندگی میکنی؟ پس تشریف ببر اونجا، نشستی اینجا سنگ پوتین به سینه میزنی. آمده اینجا از آزادی اینجا استفاده میکنه، از همه مزایای یک کشور دموکراتیک استفاده میکنه، اما رگ گردنش برای پوتین بلند میشه و خنده داره. این سفاهته و این حماقته. باری چه شد این مشروطه؟ دوستان خون ستارخان کجا رفت؟ برای چه ریخته شد؟ چطور شد که ما از اون به این رسیدیم؟ آیا این بزرگترین سوال سیاسی امروز این هست؟ بزرگترین سوال سیاسی گذشته ایران از کوروش کبیر تا این خمینیو داره دسته این هست که مشروطه چه شد؟ آقا چه شد؟ چگونه گام به گام به اینجا رسید؟ و فایدهش چی هست دانستن اینها؟ فایدهش این هست که برگردیم به تمثیل هواپیما. وقتی هواپیما سقوط میکند، میان آقا بررسی میکنن، میگن آقا این مثلا بالش عیب داشته، میرن بررسی میکنن در دیزاینش تغییر میدن و کارخونه سازنده میاد یاد میگیره
و رفته رفته هواپیما رو بیعیب میکنن که دیگر سقوط نکنن. ما مرتب هواپیمامون سقوط میکنه، اتوبوس اون به دره میافته و ما هیچ یاد نمیگیریم. هیچ حکمتی و هیچ عبرتی ما از هیچ کدوم از این حوادث بزرگ تاریخی ما به دست نیاوردیم. از هر کس یه سوال این سوال رو بکنی، یک جواب عجیب غریب به شما خواهد داد. به جهت اینکه ما علاقمند به دانستن حقایق نیستیم متاسفانه، بر حسب تعصبات و منافع خود سینه میزنیم. و روز به روز وضعیت ما بدتر شده و بدتر خواهد شد، به جهت اینکه ما برای حقایق امور ارزش قائل نیستیم. خودمون رو مرکز جهان خلقت میدانیم. عالمترین و داناترین و کاملترین و جامعترین آدم ها من هستم. من، این من در وجود ما به قدری عظیم و بزرگ هست که نزدیک از ما رو بترکانه. همه ی حقایق در دست من است. آقا وقتی که این انقلاب کذا و کذا شد، که اصلا ضرورت به انقلاب نداشت، این مملکت اصلاحات میخواست، آمدند و گفتند آقا چی شد در این کشور آمریکا؟ قریب 50 نفر جمع شدند در دانشگاه جورجتان از سیاسیون، با هم سخن گفتند، اسناد و مدارک ارائه کردند، یک گزارش 40-50 صفحه‌ای بسیار بسیار پر به لحاظ معنی و با دلایل نیرومند و احتجاجات حقیقتا قوی ارائه کردند که دلیل چه بود. تمام شد، دفتر بسته شد و همه پذیرفتند که آقا این تحقیق جورجتان بهترین تحقیق بوده و ما پذیرفتیم که چگونه مثلا ارتباط آمریکا با ایران قطع شد و چگونه این داستان اتفاق افتاد. بایستی بررسی کرد و حکمت و عبرت تاریخ رو آموخت برای اینکه دوباره مکرر نشود و از آن گذشت و به آینده نگریست. ما هنوز در چنبره وقایع گذشته گیر افتادیم، در زنجیر این وقایع گذشته گیر افتادیم و گذر نخواهیم کرد تا زمانی که ما حقایق رو بپذیریم، به جایی نخواهیم رسید و اتفاق و اتحادی بین ما در باب هیچ یک از این وقایع مهم من ندیدم. هر جا جلسه بوده بنده بودم یا در یه گوشه نشستیم چند نفر با هم صحبت میکنن، میبینیم هر کسی خر خودش را میراند و مرتب ما تجارب تلختر رو در واقع وقایع تلختر رو تجربه میکنیم، به جهت اینکه به حقایق امور توجه نداریم و بین ما دانایان تعدادشون روز به روز در حال کم شدن است. نزدیک 100 روزنامه نگار تراز اول جهانی ما در ایران داشتیم. امروز ما 2 روزنامه نگار نداریم داخل ایران. چی شد؟ هیچ کس نیست که بررسی بکند. عرض کردم ما نیازمند، ما مردم خاص هستیم با فرهنگ خاص. این روانشناسی یونگ و فروید به درد یونگ و فروید میخوره، به درد ما نمیخوره. بارها عرض کردم این داستان رو. ما این مردمی هستیم با یک روانشناسی خاص، یک ملتی هستیم با یک روانشناسی خاص خود ما. بله، این یک نکته‌ای بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. حالا یک کتاب هم هست به نام شاعران در اندوه ایران که بعد از اون کتاب هم به موقع برای شما میخوانم. این قصیده که من میخوانم خدمتون، همونطور که عرض کردم، یک کار جاودان هست. جاودانگیش به واسطه محتوای شعر هست و شعر در منتها درجه عظمت هست و متانت و بلاغت و عمق و
خاقانی شاعر بزرگ دو بار به حج سفر کرده، در سفر دوم هست که از مدائن عبور کرده و با این که خب کشور اسلامی شده بوده است و اینها، اما دل خاقانی بسیار سوخته و از تک تک ابیات این قصیده ما حس وطن دوستی او و حس در واقع فقدانی که این مرد در سینه داشته ضمن دیدن خرابه آخرین پادشاهان ایران، چون میدونید شاهنشاهی ایران در اونجا تمام شد، در اونجا تمام شد، مابقی بیگانگان بودند تا کریم خان زند. حالا این مطلب دیگری است. باری اگر از خاقانی همین یک قصیده باقی میماند به همین درجه شهرت داشت و این مشهورترین کار افضل‌الدین بدیل خاقانی است که ایوان مدائن شهرت دارد. من برای شما میخوانم، امیدوارم که برسیم تمام کنیم. سپر جان شما یک موزیک کوتاه لطفا پخش کنید و بعد قصیده رو من خدمتتون میخونم. بر دیده من خندی که اینجا تو چه می گریم
گوید که تو از خاکی، ما خاک توی من اکنون گامی دو سفر مانه عشقی دو سهم به نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
با درود دوباره خدمت شما هموطن عزیز، نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم و اون این که هموطن نازنینی در اروپا در تلگرام گفته های ما رو کوتاه کوتاه میگذارد و این بسیار مورد علاقه هموطنان واقع شده و این بانوی بزرگوار فکر میکنم کار و زندگیشون رها کرده و این کار انجام میده و خیلی هم خوشحال است. شما برای وارد شدن به این سایت اونجا هست ات این رو در واقع تلگرام بهشون داده، اگه یک اندک عجیب غریب هست انتخابشون نیست، همونطور که ملاحظه میکنید همینطور شما میتونید وارد بشید با استفاده از این آنچه میبینید ات بهرام مشری، مشیری نیست، ات بهرام مشری و سلام شما بزنید وارد اونجا میشه، میتوانید از مطالب استفاده کنید. خب برم سر خاقانی. خاقانی همروزگار هست با عرض کنم که عبدالرزاق اصفهانی، محمد ابن عبدالرزاق از شعرهای بزرگ هست، ایشون پدر خلاق المعانی هستند، کمال الدین مشهور به خلاق المعانی و نظامی گنجوی، چند شاعر بزرگ اینا در قرن ششم هم عصر هم زمان بودن. یک قصیده معروفی هم از جمال الدین هست، پیغام به خاقانی، کیست که پیغام من به شهر شروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد، گوید خاقانیا این همه ناموس چیست، نه هر که بیتی بگفت لقب ز خاقان برد، وه که چه خنده زنند بر من و تو کودکان، اگر کسی شعر من سوی خراسان برد. هنوز گویندگان هستند اندر عراق، منظورش خودش بوده، که قوه ناطقه مدد از ایشان برد. خاقانی هم جوابی داده البته، حالا بگذاریم. میفرماید هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان هان از اصوات نداست، نهیب میزنه و دو بار هان رو به کار برده به مقصود تأکید و این یک صنعتی است در سخن. شاد آمدی ای جوان مرد شاد، بله تامینه عرض کنم که بر فراز قصر میگوید دو بیجاده بگشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد شاد، تکراره به منظور تأکید، به منظور تأکید. خب هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. آینه عبرت اضافه استعاری است، در واقع اضافه استعاری، آینه عبرت، بله. یک رهز لب دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. یک ره یعنی یک بار، یک بار بیا و از کنار دجله منزل در مدائن کن، یعنی اونجا توقف کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران، یعنی اونجا اگه باشی و نگاه بکنی یک دجله اونجا هست، دجله دوم از دیدگان تو جاری خواهد شد بر در واقع از رنجی که تو خواهی داشت از دیدار کاخ تخریب شده یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان یعنی ایران زمین در اون روزگار. یک ره یعنی یک بار، یک ره ز ره دجله ببخشید زلب دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران.
خود دجله چنان گریت صد دجله خون گویی که از گرمی خونابش آتش چکد از مژگان. شما رودخانه را اگه نگاه کنید، این در کنارهای آب، اونجا که آب جاریست در میانه نه، ولی در کنار که آب اندکی ساکته، آب این تلالوش اندکی در هنگام غروب و اینها سرخ رنگ میزنه و در حباب‌های آب، حباب‌های هوا در کنار میگوید که وقتی که نگاه میکنی اون چنان است که خود دجله صد دجله خون داره گریه میکنه، میگرید که از تف این و از آتش این از مژگانش داره آتش میریزه، خونابه میریزه، آتش چکد از مژگان، از گرمی خونابش آتش چکد از مژگان. مقصودش ساحل نزدیک به زمین، نزدیک به ساحل، آب دجله رو میگوید. بینی که لب دجله چون کف به دهان آرد، گویی از تف آهش لب آبله زد چندان. وقتی کف میکنه، آب کف میکنه، خب درست مثل این هست که لب اون که همون کنار آب باشه آبله زده، آبله زده. بله، از آتش حسرت بین بریان جگر دجله، خود آب شنیدستی کآتش کندش بریان، بر دجله گری نو نو و از دیده زکاتش ده، گرچه لب دریا هست از دجله زکاتستان. زکات دادن یعنی مال اضافی رو در راه خدا دادن، حالا یا به حاکم یا نمیدونم به خلیفه. زکات رو میشناسیم. از دید زکاتشته یعنی از دید سهم گریه خودت رو به مدائن بده. بله، اگرچه دجله انقدر نیرومند هست که خود دجله به دریا زکات میده، گرچه لب دریا هست از دجله زکاتستان، دریا داره از دجله زکات میگیره، یعنی آبش میریزه به دریا، میگوید آب دیده تو هم مثل زکات بر دجله گری نو نو و از دیده زکاتش ده، یعنی گریه کن گرچه لب دریا هست از دجله زکاتستان. تا سلسله ایوان بکس است مداون را، تا سلسله ایوان بکس است مداون را، در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان. اینجا سلسله داره دو معنی است. میگوید که وقتی که سلسله ایوان گسیخت، منظور زنجیر عدل انوشیروان است که در اونجا میگویند بوده و کسانی که به اونها ستم شده بود این زنجیر رو میگرفتن و تکان میدادن، دادرسی میشد و به شکایات اونها رسیدگی میشد. میگه از روزگاری که این اعراب آمدند دزدان مدینه و این زنجیر رو گسیختند، دجله در سلسله شد، پاهاش به زنجیر رفت، یعنی دیوانه شد. در سلسله شدن کنایه دیوانه شدنه، چون دیوانگان رو زنجیر میکردن. در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان، مثل زنجیر در خودش میپیچد. از زمانی که اون سلسله ایوان بکس است، تا سلسله ایوان بکس است مداون را، در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان. زبان خاقانی زبان بسیار مشکلی است، تشبیهات و استعاره های مشکل دارد، مضامین بدی اما مشکل ابداع کرده خاقانی. و این است که بایستی شما یک دانشی لازم برای خواندن خاقانی داشته باشی، وگرنه معانی ابیات رو ممکن است در نیابی. یکی از مشکل گوترین شعراست.
تا سلسله ایوان بگسست مدائن را، در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان، گه گه به زبان عشق آواز ده ایوان را. تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی زیوان. به به، میگه گاه گاهی با زبان عشق، اینجا زبان عشق که میگوید، اینم باز اضافه استعاری است، میگوید به زبان عشق آواز ده، سخن بگو، یعنی بگری. تا بو، شای باشد که، بود که به گوش دل پاسخ شنوی زیبان. یعنی وقتی تو با حساسیت و غمخواری گریه کنی و با زبان عشق سخن بگی، با گوش دل خواهی که، گوش دل در مقابل گوش سر، اینو مراعات نظیر است، در واقع مراعات نظیر است. بله، دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان. میگوید این دندانه های کهنه شده و تخریب شده مدائن، هر کدام پندهای نو به تو میدهد. بعد پند سر دندانه بشنو زبون دندان، یا بون دندان یعنی از ته دل، از ته دل پند رو بشنو. گوید که تو از خاکی، ما خاک توی مکنون، گامی دو سه برمانه، وشکی دو سه هم بفشن. از نوحه جود الحق ماییم به درد سر، از دیده گلابی کن درد سر ما بنشان. میگوید که اینجا خراب شد و رفتند شاهان و بزرگان و آدم هایی که اینجا بودند، اینها همه رفتند و جغد جانشین اون همه انسان های بزرگ شده است و ما دچار سردرد هستیم از این ناله شوم جغد. بعد میگوید بله، از دیده گلابی کن درد سر ما بنشان. گلابی کن نیسا، نفرمایید گلابی کن، گلاب. گلاب در روزگار قدیم و پزشکی قدیم مشهور بودی، گلاب سردرد رو زایل میکنه، از بین میبره. میفرماید گل در درون کوزه، در ببخشید گل در درون کوره بسی درد سر کشی، تا به رفع درد سر ما گلاب شد. بنابراین گلاب برای سردرد استفاده می کردن. گل در درون کوزه بسی درد سر کشی، تا در رفع در ما گلاب شد، تا رفع درد سر ما گلاب شد. خب پس گلاب نیست، گلاب هست. بعضی اوقات دیدم که میگوین آقا گلاب کن، گلاب کن هیچ معنی نداره و گلابه. از نوحه جغد الحق ماییم به درد سر، از دیده گلابی کن درد سر ما بنشون. آری چه عجب داری کن در چمن گیتی، جغد است پی بلبل، نوحه است پی الهان. چمن گیتی هر شبت که اضافه تشبیهی است، میگوید در این چمن گیتی چه اتفاق میفته؟ جغد است پی بلبل، بلبل با آوای نشاط انگیز میرود، جغد با صدای شومش می آید، نوحه است پی الهان. الهان یعنی آواز موسیقی نشاط انگیز، نوحه یعنی آواز حزن انگیز، در واقع از همینا که سر قبر آقا می زنن. بله، آری چه عجب داری کن در چمن گیتی، جغد است پی بلبل،
نوحه هست پی الهان، ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. یه ما که بارگاه داد بودیم و جایگاه عدالت و دادرسی بودیم، این به روز ما آمد، حالا ببینید بر قصر ستمکاران چه خواهد رفت. ولی اینها به گوش آدم های مثل آقای علی خامنه دار دسته و اینها کارگر نیست مطلقا. هر کس چوب قدرت رو به دست گرفت، فکر کرد جاودان بر سر مردم میکوبد، چنین نیست. بله، این یکی از ابیات خیلی 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 ماندگار خاقانیست در این قصیده، ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. گویی که نگون کرده است ایوان فلک وش را، حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان. میگوید اون چنان است که این ایوان فلک مانند، این ایوان آسمان مانند، این عظمت ایمان رو میگوید، میگوید که یا حکم فلک گردان این کاری کرده، یا حکم فلک گردان، یا اون کسی که مسئول حرکت این اجرام هست، حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان. بر دیده من خندی کینجا ز چه می گرید، خندند بر اون دیده کینجا نشود گریان. یه به من می خندی که چرا گریه می کنم، اون دیده ای خنده داره که اینجا گریان نشبه. نیزال مدائن کم از پیرزن کوفه، نی حجره تنگ این کم طرز تنور آن. اینا همه یه پشتوانه فرهنگی داره این ابیات. این زال مدائن که میگوید، نی زال مدائن کم از پیرزن کوفه، زال مدائن اشاره است به یک پیرزنی که میخواستن قصر رو بسازن در زمان یکی از شاهان میگوین انوشیروان، و این زمینش رو نفروخت و به او زور نگفتن که زمینش ازش بگیرن. این زال مدائنه در واقع. پیرزن کوفه هم برابر یک اسطوره میگوین که طوفان نوح از تنور او آغاز شده. دانی چه مدائن را با کوفه برابر نه، از سینه تنوری کن و از دیده طلب طوفان. این است همان ایوان که از نقش رخ مردم خاک در او بودی، دیوار نگارستان. بله، اینجا همون جاییست که مردم می آمدن و بوسه می زدن در پیشگاه این قصر بزرگ، و نقش بوسه های اینها نگارستانی بود. این چنین تشبیه کرده است. این است همان درگه کوراز شهان بودی، دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان. ببینید اینجا باز هر شبت که نیازمند اطلاعات تاریخی است. دیلم و هندو خیلی در خیلی مواقع ترک و هندو رو با هم در تناقض می آورند. ترک خواستگاهش در شعر ابتدا از برده ترک، بردگان ترک بسیار زیبا بودن، عرض کردم خدمتتون، و بسیار گران بودن، زشترین و بی‌ارزشترین بردگان هندو بودن. رفته رفته ترک به معنای نژاده و والا مقام معنی پیدا کرد، و هندو به معنای فرومایه و بی‌ارزش. سعدی از پرده عشاق چه خوش میگوید، ترک من پرده برانداز که هندوی تو هم، یعنی ای بزرگوار من رخ بگشا که من غلام تو هستم. دیلمیان رو
که در جنوب دماوند میزیستن، اینا مردمان دلاوری بودن، ابتدا آوردن برای دربانی و نگاهبانی تشکیلات خلفا. اینا چون چاپلوسی بلد نبودن و توسری خور نبودن و مطیع نبودن، اینها نماندن در اون کار و بردن اینها را از کار بیرون کردن. و کفار دیلمی در اسلام مشهور است، چون جنگ های بسیار بسیار مردانه با اعراب کردن و بسیاری از دزدان مدینه رو به خاک خود کشیدن، دیلمیان. و بعد هم که میدانید سلسله دیلمیان، میگوید که این است همان درگاه کو راز شهان بودی. این همان درگاهی است که از پادشاهان جهان دیلمش، یعنی غلامش و دربانش کی بود؟ ملک بابل، پادشاه بابل. هندوش کی بود؟ یعنی غلام فرومایی که اینجا خدمت می‌کرد کی بود؟ شاه ترکستان. این است همان درگاه کو راز شهان، از میان پادشاهان دیلم ملک بابل هندو شاه ترکستان، این است همون صفه. صفه یعنی جای مسقف، ایوان دارای سقف. این است همون صفه که از هیبت او بردی بر شیر فلک حمله، شیر تن شادروان. شیر فلک منظور برج اسد هست، از این 12 برج فلکی که هیئت میگویند یکیش برج اسد هست. این از همون صفه که از هیبت او بردی بر شیر فلک حمله، شیر تن شادروان، یعنی پرچم. میگوید این شیری که بر روی پرچم بود، پرچم به قدر بلند بود وقتی باد میزد چنان بود که گویی شیر تن شادروان، یعنی نقش شیر بر روی پرچم، به شیر فلک حمله میکرد. خمینی آمد گفت دور کنید این شیر خورشید ملعون را. و این ملت شریف شجاع 2500 ساله نیامد بگیر آخون گل بگیر، گل بگیر آقا اون دهان را. این شیر خورشید مقدس نشانه پرچم ایران بوده است در آثار و قرون متمادی. این بابا از فیضیه قم آمد و یک عنکبوت آورد و بین ما یک آدم شجاع نبود که خودشو فدای این پرچم بکنه، بگه آخون تو نمیفهمی، آدم نافهمی و ضد ملت هستی و ضد این تاریخ این مملکت هستی و ببند اون دهان رو و اسم این پرچم مقدس ما رو به زبان نیار. عوض کردن پرچم عنکبوت، الله زدن. آقا اللهت برای خودت خوبه، آمدیم و کسی معتقد به این الله نبود، این الله جنایتکار پوسکن در دوزی شریک. تکلیف چیست این شهروند ایرانی که به الله معتقد نیست؟ چگونه ما ساکت نشستیم خمینی بیاد نقش پرچم ما رو عوض کنه؟ بله، پندار همان عهد است از دیده فکرتبین در سلسله درگه در کوکبه میدان. از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ، زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان. حالا داستان چیست؟ نطع یعنی سفره. از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ، رختو بر سفره زمین بگذار. زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان. نعمان ابن منذر یکی از ملوک هیره بود در روزگار خسرو پرویز و قبل از او هرمز، و این رو آوردن و زیر پای پیل انداختن. شهمات یک اصطلاحی است در شطرنج، این زمانی است که شاه مات میشه و هیچ حرکتی دیگه نمیتونه بکنه و شطرنج پایان پیدا میکنه دیگه. وقتی شاه مات شد و هیچ جا نداره فرار بکنه، اینو بهش گفتن شهمات. بدترین وقتی بود که شطرنج باز دچار شهمات بشه. از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ،
زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان نی نی که چون نعمان بین نعمان بین پیل افکن شاهان را یا پیل افکن شاهان را پیلان شب و روزش کشته به پی دوران ای بس شه پیل افکن کفکنده به شه پیلی اینم باز اصطلاح شطرنجی تقدیرش در مادگه هرمان مست است زمین زیرا خورده است به جای می در کاس سر هرمز خون دل نوشروان بس پند که بود آنگه در تاج سرش پیدا یه تاجی بر سر انوشیروان بود که در اطرافش چند هند حکیمانه نوشته بودند بس میفرماید بس پند که بود آنگه در تاج سرش پیدا صد پند نو از دکنون در مغز سرش پنهان بله میگوید اون پندهایی که بر تاج انوشیروان میدیدی الان بر مغز او میبینی در واقع در جمجمه خوش شده او در زور خاک کسرا و ترنج زر پرویز و به زرین برباد شده یک سر و خاک شده یک سان پرویز به هر بومی زرین تره آوردی زرین تره آوردی کردی ز بساط زر زرین تره را بستان پرویز کنون گم شد زن گم شده کمتر گو زرین تره کو برخان رو کمتره کو برخان وقتی که مدائن فتح شد سعد بن ابی وقاص آمد 7 رکعت نماز خواند و در اونجا این آیه کمتره کو رو اونجا خوند که سوره 44 قرآن هست کمتره کو من جنات و عیون و زروع و نعمتن و اگه بعد درست خونده باشن ضرورن و نعمتن و مقام کریم و نعمتن فهم فیها فاکهون چه بایه اینها رزبان و کشزارها و مقامهای کریم یعنی جاهای شریف بر جای گذاشتن که در آنها و هم فیها فاکهون که در اونها به شادی میزیستن این کار سعد معروف هست این آیه قرآن رو اونجا خونده فکر میکنم وقت ما تمام شد متاسفانه من یه بیت دیگر میخونم گفتی که کجا رفتن اون تاج وران اینک زیشان شکم خاک است آبستن جاویدان خب قصیده تمام نشد وقت با به سر رسید و میگفتن که علاقه به خونش نرسید بله یکی از اون قصایدیست که هر وقت که بنده میخونم خیلی تحت تاثیر واقع میشم خیلی خیلی زیاد مطمئنم در طبع حساس شما هم بسیار اثر کرد چون به هست و نیست ما یعنی وطن مربوط است از سپر سپاسگزارم از همه شما نازنینان بزرگواران که توجه فرمودید تا برنامه دیگر که دوشنبه است درود بر شما جاوید ایران زمین زنده باد آزادی